همراهتون هستیم با آخرین تحولات در مجموعه شبانگاهی ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. وضعیت آب شرب ارسی. گزارش‌های مردمی از قطعی آب و برق در مناطق مختلف ایران. شهروندان از ضعف حکومت در مدیریت انرژی شکایت می‌کنند. اهل سنت هم تلاش کردند و مثلا طلبان را دادند، اصول برایان را دادند، ولی به نتیجه نرسید. تأکید مولوی عبدالحمید بر ناامیدی مردم از رفع فقر و تبعیض. امام جمعه زاهدان می‌گوید اهل سنت از رأی دادن به اصلاح طلب و اصولگرا مأیوس شدند. ممنوع تصویری و ممنوع خروجی باران کوثری هنرمند حامی خیزش مهسا. جهانگیر کوثری میگوید اکران نشدن فیلم رگ‌های آبی به دلیل حضور دخترش است. و در آخر نگرانی نزدیکترین حامیان رئیس جمهور آمریکا نسبت به صلاحیت جو بایدن برای ادامه رقابت انتخاباتی. باراک اوباما و نانسی پلوسی درباره آینده نامزدهای دموکرات گفتگو کردند. در روزهای گرم تابستان ایران، سوء مدیریت تولید و توزیع برق موجب قطعی برق در استانهای مختلف کشور شده. ناترازی برق صنایع را به تعطیلی کشانده و مشکلات بسیاری برای مشترکان برق خانگی در دست کم 15 استان ایجاد کرده، اما این کم بود منحصر به برق نیست و قطعی آب آشامیدنی هم زندگی روزمره شهروندان را دشوار کرده. در تصاویری که به ایران اینترنشنال رسیده، شهروندان از قطعی یا کیفیت نامناسب آب آشامیدنی و مشکلات ناشی از آن میگویند. وضعیت آب شرب ارسی. ما صبح میایم خونه، از سر میریم یا سرویس صبح میریم، میایم خونه دستمالمون رو بشوریم، دور بعد از ظهر بریم. این از آب ماست. نکن آب نداریم. الان چند روزه همین جوریه. صبح میره، آخر شب میاد. این شده زندگی ما. در ادامه قطعی‌های برق و بحران تأمین آن در کشور، مدیر عامل توانیر اعلام کرد به ازای هر یک درجه افزایش دما مصرف برق 1800 مگاوات افزایش می‌یابد. او همچنین گفته برای توسعه ظرفیت نیروگاهی و شبکه‌های توزیع برق نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه دست کم 5 میلیارد دلار هستیم. مدیر بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور از رشد 8% مصرف برق در ایران خبر داده و گفته میزان افزایش مصرف برق در کشور اکنون معادل 2 برابر مصرف برق استان خراسان رضوی است. جمعی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال فایل صوتی از تأثیر قطع برق بر کسب و کار و زندگی خود میگویند. بر اساس گزارش‌ها روز پنجشنبه 15 استان ایران به دلیل نگرانی از قطعی برق تعطیل شدند. با این حال شرکت توانیر ارتباط تعطیلی با قطعی برق را رد کرد. یه چیزی در حدود 30 سال، 30 و چند سال ما تحریمیم به واسطه این انرژی اتمی و این انرژی هسته‌ای که اینا از اولش گفتن آقا برای تولید، برای مصارف صنعتی، تولید برق، مصارف پزشکی، ولی دریغ از یه ولت برقی که ما از این گرفتیم. 35 سال داریم زجرشو میکشیم، تحریمشو میکشیم، همه جوره به اون فشار اومده اقتصادی بابت همین تحریمی که بابت همین انرژی هسته. یه باتری قلمی یه ولت برق داره که این انرژی هسته واسه ما هیچی برق نداشته، هیچی نداشته جز بدبختی. بنده کار تأسیسات ساختمان هستم و اگه برق قطع بشه مجبورم کارم رو تعطیل کنم برگردم خونه. همین جوریشم تو حالتی که اگه برق وصل باشه ما هفته 3-4 روز بیشتر کار نداریم. با مصیبت ها که اگه بخواد تا همین 3-4 روز هم دور ازش بخواد برق قطع بشه. خب آقای خامنه‌ای به جای اینکه پول کشور و پول و نفت و گاز و پتروشیمی رو خرج زیرساخت های کشور کنه و اینها رو اوورهال کنه، پول رو میره خرج کشورگشایی و توهمات ذهنیش میکنه و مردم باید چوب نادونی شخص رو بخورن. همین چند روز پیش ما تو آسانسور گیر کردیم که
متاسفانه چند دقیقه طول کشید ما رو به علت برق رفتن آسانسور حرکت ایستاد و در بیارن، که این خودش باعث لطمات روحی زیادی به اون افرادی که داخل آسانسور بودن شد. هولوش یک هفته است تو طول روز شرق تهران سه بار هر یک ساعت یک ساعت برق قطع میکنن. لعنت بهشون، لعنت به خامنه ای، حکومتی که نمیتونه داخل خودش رو اجرا کنه چه برسه به بیرون. فقط شعار و شعاف، فقط شعار و شعاف، لعنت بهشون. هیچ کاری هم نمی کنه این رئیس جمهور جدیدم، همشون یه دروغ و مترسک دیگری هستن. ظاهرا رژیم آخوندی داره انتقام شکست انتخاباتیش از مردم میگیره. به جز این که در این یک هفته اخیر به صورت شبانه روزی آبای مردم رو قطع کردن، قطعی برق منازل هم بهش اضافه شده. با شیوه غیر استاندارد دارن به وسایل مردم آسیب میزنن. هر جا زنگ میزنیم دستمون جایی بند نیست. اینجا شهریاره، خدا لعنتشون کنه، نمیتونن یک کشور رو اداره کنن. اینم از تمام کوچه خیابونایی که مردم به بنبست خوردن، یعنی کم آوردن دیگه، ملت دارن غارت میکنن، ملت به بنبست، دمای هوا بالا، هوا دم کرده، یعنی داریم میمیریم از گرما، داریم خفه میشیم، هیچ که به داد ما نمیرسه. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستن. وقتتون بخیر خانم قلی‌زاده. به نگاه شما دلایل ناکامی حکومت در مدیریت انرژی چیه؟ ببینید، وقتی ما از مدیریت انرژی صحبت میکنیم از یک چرخه صحبت میکنیم شامل تصمیم گیری، سیاست گذاری، تولید و توزیع. این چرخه یه که در ایران سالانه معادل 100 میلیارد دلار داره یارانه بهش تعلق میگیره و همه شرکت متروشینی ها، خالایشی ها و فولادی ها دارن از این یارانه بهره مند میشن. به طور خلاصه اگر بخوام بگم، شرکت های سودآور بورسی یک یارانه رو میگیرن سالانه، به محصول تبدیل میکنن و با دلار آزاد میفروشن. در نتیجه اگر که این یارانه و این نظام توزیع قطع بشه، نه تنها سوداوری اینها از بین میره، بلکه بازارهای مثل مسکن و خودرو هم تحت تاثیر قرار میگیره و با تبعات امنیتی و سیاسی برای جمهوری اسلامی مواجه خواهد بود. شهروندان تو پیام‌هایی که برای ما فرستادن میگن با پایان گرفتن انتخابات حکومت دیگه انگیزه برای تامین نیازهای مردم از جمله همین انرژی نداره. نظرتون چیه؟ راستش من گمان میکنم که نمیتونیم ارتباط مستقیمی بین این موضوع ها پیدا بکنیم، به خاطر اینکه ما سالهای گذشته هم قطعی برق رو داشتیم و این یک پدیده جدیدی نیست. شاید بتونیم بگیم که این طرفداران آقای پزشکیان هستن که دارن این پروموت رو انجام میدن، تا جایی که آقای جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات بیان کرده بود که دارن آب پشت سدها رو خالی میکنن برای اینکه ما نتونیم برق تولید بکنیم. نزدیکترین چیز به این فرضیه اینه که ممکنه تا قبل از انتخابات همه فشار رو گذاشتن برای اینکه با قطعی برق مواجه نشیم، ولی بعد از انتخابات نتونستن این فشار رو کنترل بکنن و قطعی ها اتفاق افتاده. نکته‌ای که هست اینه که ما میتونیم این رو با قطعیت بگیم که شبکه تولید و توزیع برق با کاهش و ناکارآمدی مواجهه و بخش مصرف با افزایش مواجهه. در نتیجه قطعی در آینده هم ناگزیر خواهد بود. خب این ناترازی پس برمیگرده به شدت به زیر ساخت ها که اون هم ضرورت سرمایه گذاری رو مطرح میکنه. چرا تو این زمینه ناکارآمد عمل کردن؟ چرا نمیتونن تو بخش صنعت برق و آب سرمایه جذب بکنن، چه خارجی چه داخلی؟ ببینید، بخش خارجیش که مشخصه، بخش داخلی هم همونطوری که خدمتتون عرض کردم و یک پاسخ تکراری داره این سوال شما. ما با یک حاکمیتی مواجه هستیم که دستش رو تا آرنج در اقتصاد فرو کرده و اجازه آزادی و شکوفایی به این اقتصاد نمیده، و تا زمانی که رانت انرژی و یارانه انرژی وجود داره کاری از پیش نخواهد رفت. سپاس از شما. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار
اقتصادی که از برلین همراه ما بودید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به تجربه ناامید کننده اقوام و مذاهب در انتخابات سالهای گذشته گفت رأی به اصلاح طلبان یا اصول گرایان بی نتیجه بوده. مولوی عبدالحمید گفت در انتخابات فقط یک طیف خاص گزینش می‌شوند و افراد شایسته از اقوام و مذاهب در ایران در این 14 ناامید شدند. او تأکید کرد نیمی از واجدان شرایط رأی‌دهی در کشور وعده‌های انتخاباتی نامزدها را هم در مناظره‌های انتخاباتی باور نکردند. و اقوام و مذاهب هم گلمند بودن شدیدن که در ظرفیت 45-46 سال از شایستگان اونها و توانمندان اونها کسی را به کار نگرفتن. با تلاشایی که اقوام داشته، با تلاشایی که مذاهب داشته و اینها به اسلام و جمهوری اسلامی خیلی امیدوار بودن و با امید آمدن و ناامید شدن که این همه تلاش نتیجه نداده و لحظه اقوام مذاهب در حد گسترده ناراض شدن و همه دوره ها همه شاهدان و مردم میدانن که بهرحال اهل سنت هم تلاش کردن و مثل طلبان را دادن به اصول گرایان را دادن ولی به نتیجه نرسید. رحیم بندویی فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان از لندن با ما هستند. وقتتون بخیر. مولوی عبدالحمید گفته اهل سنت از تمامی جناح‌های سیاسی ناامید شدن. نظرتون در این باره چیه؟ با درود بر شما بینندگان گرامی. ببینید بر این کره خاکی تجربه در واقع پایه و بنیان علم این بشره. 45 سال تجربه ای که تمام مردمان ایران و به ویژه مردم بلوچ با توجه به این که هم به قول معروف جزء اقوامند و هم این که از نظر مذهبی هم مذهبشون آن مذهبی نیست که حاکمان دارن و این حاکمان تمامیت خواه در واقع معیار همه چیز رو بر مبنای اون ایدئولوژی و فرقه خودشون گذاشتن و دارن استفاده میکنن در واقع از این عنوان اصولگرا و به اضافه به قول معروف اونایی که چی میگیم بشون بخشی برحال اینی که آقای پزشکیان رو گذاشتن عذر میخوام از این بابت اینه که این استمرار طلبان در واقع به عنوان یک ابزار در دست جمهوری اسلامی هستند و الانم با توجه به نیازی که پس از اون در واقع انتخابات گذشته‌ای که داشتند و دیدند که چگونه در واقع مردم پای صندوق‌های رأی نرفتن این بار بهترین گزینه رو در واقع با تمام تنش‌هایی که با همدیگه داشتن و خب به هر حال بازم استفاده کردن و آقای پزشکیان رو آوردن. اینجاست که مولوی عبدالحمید بر مبنای این تجربه چندین ساله 45 ساله‌ای که داشتن در واقع همه رو امتحان کردن از اصولگرایان گرفته تا به قول معروف اصلاح طلبان و رسیدن در واقع به جایی که دیگه اون تصمیم نهایی خودشون رو و به اون نتیجه نهایی رسیدن و نتیجه نهایی که دارن اینه که این حکومت با این ساختاری که داره با این سیستم اقتصاد رانتی که داره و با این به قول معروف ایدئولوژی که داره و تمام هستی ایران رو صرف اون عمق استراتژیک خودش که در واقع چیزی جز همون گسترش یا استقرار حلال شیز نیست دیگه قطع امید کامل کردن، در واقع جایی نمونده، نقطه‌ای نمونده که مردم دیگه فکر بکنن که به هر حال بازم یه منفذ به قول معروف امیدی هست، میشه به یک شکلی در واقع امیدوار بود. متاسفانه این رژیم در واقع با تمام توانایی که داشته همه چیز ایران رو فدای اون ایدئولوژی خودش کرده و دقیقاً هم به همین دلیل اتفاق مولوی عبدالحمید بر اساس همین تجربه 45 ساله که داشت اومد به این نقطه رسید و گفت که تمام فسادی که الان این جمهوری اسلامی یا این حکومت در واقع با آن دست به گریبان است به دلیل حاکمیت مذهبی است، چرا که یک حکومت مذهبی در واقع تمام مردم رو چاره‌ای نداره جز اینکه بر مبنای خودی و غیر خودی تقسیم کنه. به همین دلیل هم در واقع رسیدن به اون نقطه‌ای که همه مردمان ایران و به ویژه عرض کردم مردم بلوچی که در واقع به عنوان غیر خودی ترین ها هستند و
آتش به اختیار ترین ها هم در جای مثل بلوچستان فاجعه هایی مثل جمعه خودی زاهدان خاش میافرینند. به همین دلیل مولوی عبدالحمید و مردمان ایران کلن و بخصوص مردمان بلوچ از این رژیم قطع امید کامل کردند. هیچ در واقع امیدی برای اینکه اصلاحی از کانال‌های مختلف امکانش باشه برای مردم باقی نموده متأسفانه. پزشکیان یه تأمل خاصی داشته باشیم. تو مبارزات انتخاباتش بارها به موضوع اقلیت‌ها پرداخته. انتظار میره رویکرد دولت 14 با مردم بلوچ و اهل سنت متفاوت از دولت‌های گذشته باشه؟ ببینید این موزل به قول خودشون اقوامی که در ایران هست و به اضافه برحال موزل زنان و موزل مذاهب، این سه تا به عنوان در واقع خط قرمزهای این حاکمیت هستند که فقط میخواد همه رو آنچنان که خود فکر میکند تنظیم کند و مدیریت کند. و تا الان هم ثابت شده در واقع اصلاح طلبان هیچ گونه نقشی در ارتباط با تغییر و تحول نتونستن داشته باشند. تا جایی که حتی شخصی مثل آقای خاتمی مطرح میکنه که رئیس جمهور کسی جز یک تدارکچی برای دفتر خامنه‌ای، دفتر خامنه‌ای که در واقع مدیریتش فرماندهی و فرمانروایش دست سپاه قدسه، در ارتباط با همون ایدئولوژی که برای خودش داره و به دنبال اون نیروهای نیابتی و همه چیزو داره خرج و هزینه اونا داره میکنه. به همین دلیل واقعا الان تک تک میشه گفت همه اقشار جامعه گوناگون ایران در واقع به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلبان در واقع جز یک کلمه درستی رو به کار بردن، استمرار طلبان در واقع به زیر بهش میگن، هیچ نقشی جز این که هر وقتی که ضرورت ببینن این حاکمیت دفتر ولی فقیه در واقع یه مهره از اینا رو جمع میکنن و میگذارن برای اینکه انتخاب کنن و انتخاب بشن. و واقعا هم این بار به نظر اومد با توجه به اون دوران زن زندگی آزادی و جنبش انقلابی ژینایی که داشتیم و با توجه به همبستگی که در میان مردمان ایران به وجود آمد، با توجه به اینکه اون شعار تجزیه طلبی که جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان یک ابزار سرکوب تمام ارضی رو در دستش گرفته و داره میکشه و جنایت میآفرینه، این دوران ژین آزادی در واقع زن زندگی آزادی همبستگی در میان مردم وجود آورد که اون شعارهای آنگونه‌ای سر میدادن که حتی دیگه تمام جهان هم خبر شد. اینجاست که نقش کسانی که تحت عنوان اصلاح طلب و حالا که بخش عظیم از اصلاح طلبان هم در واقع بریدن، اما خب هستن کسانی در واقع مثل آقای پزشکیان که به هر حال بعد از اینکه انگار راضیش کردن با توجه به اینکه گذشته در گذشته این رو رد کرده بودن صلاحیتش رو، ولی نیاز پیدا کرده بود آقای خامنه‌ای و از ایشون خواست که در واقع بیاد این نقش رو به عهده بگیره که مردم بیشتری رو پای صندوق های رای و اون کسب مشروعیت مسخره‌ای که در واقع الان دیگه اون کسب مشروعیت هم با ذریب سه در واقع به این شکل براشون در اومده. هیچ امیدی نیست اصلاح طلب باشی چه اصولگرا، مردم اتمام حجت کرده این رژیم رو نمیفهم. سپاس از شما. رحیم بندویی فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان که از لندن همراه ما بودید. بیننده خبرها بودین با ما تا این لحظه در ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سر خط خبرها. وضعیت آب شرب ارسی. گزارش های مردمی از قطعی آب و برق در مناطق مختلف ایران، شهروندان از ضعف حکومت در مدیریت انرژی شکایت میکنند. اهل سنت هم تلاش کردن و نسل طلبان را دادن به اصول گرایان را دادن ولی به نتیجه نرسید. تأکید مولوی عبدالحمید بر ناامیدی مردم از رفع فقر و تبعیض. امام جمعه زاهدان میگوید اهل سنت از رأی دادن به اصلاح طلب و اصولگرا مأیوس شدند. جهانگیر کوثری کارگردان و تهیه کننده سینما و پدر باران کوثری از ممنوع تصویری و ممنوع الخروج شدن دخترش خبر داد. جهانگیر کوثری این مسئله را دلیل اصلی اکران نشدن فیلم رگ‌های آبی با موضوع زندگی فروغ فرخزاد شاعر ایرانی عنوان کرده. فاطمه معتمداریا، کتایون ریاهی، افسانه بایگان، هنگام قاضیانی، ترانه علی دوستی و باران کوثری از جمله بازیگران زن سینمای ایران بودند که بعد از اعتراضات سراسری سال گذشته بدون حجاب اجباری در مجامع مختلف حضور پیدا کردند. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب مصلح. هنرمندان بسیاری در جریان خیزش مهسا و دیگر اعتراضات به دلیل ایستادن کنار مردم هزینه دادن و میدن
حکومت چرا به چنین کارهای متوسل میشه با اینکه ما واکنش‌های اون رو می‌بینه؟ ببینید، مهمترین دلیلش به نظرم در این یک سال و نیم اخیر، نزدیک به دو سال اخیر، همون که در واقع حضور پررنگ هنرمندان در اعتراضات سال 1401 بود، به خاطر اینکه این تصور وجود داشت یا به این تصور دامن زده بود حکومت که بعد از 4 دهه تونسته در واقع هنرمندان، به خصوص اونهایی که شهرت بیشتری دارن و در حوزه‌هایی مثل سینما و تلویزیون و نمایشخانگی فعالیت میکنن، رو اینها رو در واقع یک جور همدست خودش نشون بده. از در دهه 90 به خصوص این دیدگاه در جامعه توسعه پیدا کرد. اما این در واقع اعتراضات 1401 میشه گفتش که این حباب رو کاملا ترکون و نشون داد که بخش عمده‌ای از این چهره‌های سرشناس، به خصوص زنان هنرمند در ساحه‌های سینما و تئاتر، دیگه حتی به قوانینی که مثل حجاب اجباری که برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه هم در واقع حاضر نیستن تن بدن. و به همین دلیل از بعد از اینه هم که 1401 تموم شد، از ابتدای سال 1402 موج حضور این زنانی که شما اسم بردید بدون حجاب اجباری در محافل عمومی در واقع به وجود اومد و خانم مثلا باران کوثری دقیقا از همون موقع، یعنی از حدود بهار سال 1402، در کنار تعدادی دیگه ممنوع کار و ممنوع تصویر شد. که خب حالا الان آقای جهانگیر کوثری، پدر ایشون که خودشون تهیه کننده و کارگردان هستن و مجری قدیمی تلویزیون، میان میگن که حتی مثلا ممنوع خروج هم همچنان هستن و درج شدن تصویرشون روی پوسترهای آثاری هم که احیانا اگر اجازه نمایش بگیرن ممنوعه. اینها همه نشون دهنده اینه که این کینه رو در واقع حکومت به دل گرفته از این هنرمندان که ایستادگی خودشون رو میشه گفت تداوم دادن و علاوه بر اینکه از معترضین حمایت کردن در طول اون اعتراض های سال 1401، عملا تن به حجاب اجباری نمیدن. یعنی حتی اگر ممنوع کار هم نمیکردن، بسیاری از اینها احتمالا دیگه با قواعد و مقررات و در چارچوب رسمی موجود حاضر نبودن کار کنن و این به نظرم خیلی گرون تموم شده برای حکومت. جهانگیر کوثری، کارگردان فیلم رگ‌های آبی و پدر باران، گفته خود شخصا این فیلم رو به جشنواره تورنتو میبره. فکر میکنین هنرمندان چه راهی برای همین ایستادگی که شما بهش اشاره کردین در برابر فشارهای حکومت میتونن انجام بدن؟ چه کارهایی رو؟ ببینید، دقیقا این چیزی که آقای کوثری گفتن همون کاریه که در واقع فیلمسازان جوان و فیلمسازان با تجربه تر در قالب تولید و پخش خارج از کشور فیلم‌های زیرزمینی انجام میدن. یعنی فیلم هایی که به شکل مخفیانه ساخته میشه، خیلی هاشون در واقع اغلبشون میشه گفتش که حجاب اجباری رو بازیگران داخل فیلم ها رعایت نکردن. این فیلم ها با استفاده از تکنولوژی و از طریق اینترنت ارسال میشه برای جشنواره های جهانی و اونجا نمایش داده میشه. حتی من دیدم یکی از فیلمسازان با سابقه هشدار داده که اگر دولت جدید فکری نکنه، ممکنه ما برسیم به زودی به جایی که سالی 200 فیلم زیرزمینی ساخته بشه. نمونه آخرش هم فیلم آقای رسولوف بود که در جشنواره کن به نمایش در اومد. به طور کلی این یکی از روش هاست. روش دیگه ای که به نظر میرسه بخشی از سینماگران، اونهایی که حالا مصلحت اندیشی بیشتری دارن، اینه که مثلا از فرصت انتخاب مسئول پزشکیان و حالا مثلا چهره های معتدلتر در وزارت ارشاد استفاده کنن. ولی من راستش رو بخواین شخصا بعید میدونم که هر کسی بیاد در وزارت ارشاد و هر رویکرد فرهنگی، اگر فرض کنیم مثلا این دولت جدید رویکرد فرهنگی خاصی داشته باشه، بخواد هر رویکردی رو دنبال کنه، بعید اتفاقی بیفته و بعید مدارا به جایی برسه. به خاطر اینکه بخش عمده این ممنوعیت هایی که اعمال شده اصلا از طرف وزارت ارشاد نبوده، از طرف نهادهای امنیتی و قضایی بوده و فقط وزارت ارشاد دولت رئیسی به عنوان قاصد عمل می‌کرده. بعید می‌دونم که وزارت ارشاد دولت جدید هم بتونه کاری بکنه، مگر اینکه یک عزم بزرگتری در کلیت حکومت به وجود بیاد که بخوان یه مقدار فضا رو آروم‌تر بکنن برای جلوگیری از بروز اعتراضات مجدد، به خصوص در عرصه فرهنگ که نقش اساسی رو در آخرین مورد اعتراضات در واقع ایفا کرده بود. سپاس از شما. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. نگاهی به چند خبر دیگر از ایران.
خبرگزاری رویترز گزارش داده نفتکش آمریکایی ادوانتج سویت که یک سال پیش جمهوری اسلامی آن را توقیف کرده بود به سمت آب‌های بین‌المللی در حرکت. جمهوری اسلامی نفتکش را با ادعای برخورد با یک قایق ایرانی متوقف و دستور توقیف نفت آن را صادر کرده بود. احکام سه شهروند بهائی ساکن استان فارس در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. حسن صالحی، وحید دانا و سعید عابدی در دادگاه بدوی هر کدام به بیش از 2 سال حبس محکوم شده بودند. سه شهروند بهائی در سال 1400 بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بودند. مهدی مهدوی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی گفته بر اساس آخرین آمار قریب به 20% دانش آموزان کشور دچار اختلال یادگیری هستند و گفته بخش قابل توجهی از این اختلالات در سنین زیر 7 سال قابل شناسایی است. بر اساس مطالعه جدید پژوهشگران دانشگاه بهشتی که در نشریه ساینس ریپورترز منتشر شده، آتش سوزی های پی در پی در جنگل های زاگرس منجر به آسیب های جدی به این منطقه طبیعی شده. بر اساس این مطالعه در 20 سال گذشته هر سال به طور میانگین 76 آتش سوزی در منطقه زاگرس رخ داده. این گزارش نشان می‌دهد حاصل خیزی خاک در این منطقه آسیب جدی دیده. علاوه بر این آتش سوزی های جنگلی آسیب جدی به جمعیت زیبا موش زاگرسی، سنجاب ایرانی و موش کوپساز وارد کرده. ویدئوی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از حجم گسترده تخریب ناشی از حریق منطقه حفاظت شده خائیز است. جواد هادی اصل، فعال محیط زیست، با اشاره به آتش سوزی در جنگل‌های استان کوکیلیه و بویراحمد گفت حدود 40-50% از منطقه حفاظت شده خائیز در آتش سوخته و افزود خسارت این آتش سوزی بیشتر از آتش سوزی سال 99 است. ویدئوهای رسیده به ایران اینترنشنال از آتش سوزی گسترده در ارتفاعات گیلان غرب حکایت دارد. فرماندار شهرستان گیلان غرب هشدار داده کمبود نیرو و وزش باد روند اطفاء حریق را کند و سرعت آتش را بیشتر کرده و نیاز فوری به کمک‌های سازمانی و مردمی است. آتش سوزی دامنی ارتفاعات کچل گیلان غرب حیات وحش این منطقه را که تنها زیستگاه خرس قهوه‌ای هم هست در معرض خطر قرار داده. منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست میگوید با ادامه آتش سوزی ها و بیتوجهی مسئولان به مسئله حفاظت از محیط زیست در آینده نزدیک شاهد کاهش شدید گونه های گیاهی و جانوری در منطقه زاگرس خواهیم بود. ما فقط در 2 بخش زاگرس و البرز هست که بارندگی مناسب داریم و آب شیرین از اونجا تامین میشه. اساسا گسترش بعضی از مناطق از لحاظ صنعتی هم وابسته به زاگرس یا البرز هستن. حالا تغییری که در این منبع صورت بگیره و جنگل با مشکل مواجه بشه، خب میکروکلیما تغییر پیدا خواهد کرد، سطح بارش ها، میزان بارش ها، توزیع بارش ها، همه اینها تغییر پیدا میکنه و وقتی که پوشش گیاهی هم نابود میشه، هم اون در واقع اثر زبری که داره، ذریب زبری که اونجا هست کاهش پیدا میکنه، هم اون انرژی جنبشی که قطره بارون داره و میخوره به زمین، اون هم خب پوشش میتونه اونو کاهش بده، اون افزایش پیدا میکنه. این در حقیقت سبب میشه که جذب آب کمتر بشه و فرسایش خاک رو داشته باشیم و نهایتا این که خب میزان آب هم کاهش پیدا بکنه. شما در نظر بگیرید ما در رابطه با فرسایش خاک رتبه اول دنیا رو داریم، با این وضعیت فرسایش خاک بیشتر میشه. در رابطه با آبخانها ما مشکل داریم، یعنی الان چیزی حدود آمار رسمی میگه 150 میلیارد متر مکعب کثیر تجمعی، آقای کلانتری میگفت نزدیک 300 میلیارد متر مکعب کثیر تجمعی رو داریم در واقع در آبخانهامون. وقتی که منبع آبیمون از دست میره، این فشار بر آبخانها بیشتر میشه و نهایتا فرونشست بیشتر میشه، کانونهای ریزگر بیشتر میشه، بیابانزایی بیشتر میشه و تنوع گونه‌ای به شدت آسیب میزنه و نهایتا شرایطی که برای زیست برقرار هست در زاگرس با اون تنوعش دچار اختلال شدید خواهد شد. در اینجا چند خبر از دیگر نقاط جهان. دومین جلسه دادگاه الک بالدوین، هنرپیشه هالیوود و متهم به قتل غیرعمد در صحنه فیلمبرداری در نیو مکسیکو برگزار شد. در این جلسه یک کارشناس صحنه جنایت شهادت داد بازیگران از وجود گلوله‌های واقعی در میان فشنگ‌های مشکی بی اطلاع بودند. 3 سال پیش پس از شلیک گلوله در صحنه فیلمبرداری از سوی بالدوین، یک فیلمبردار زن کشته و کارگردان فیلم هم زخمی شد.
مقامات آلبانی برای مقابله با آتش سوزی های جنگلی در جنوب این کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. بنابر اعلام وزیر کشور آلبانی، به دلیل نبود تجهیزات کافی و صعب العبور بودن مناطق کوهستانی، قادر به مبارزه با آتش سوزی نیستند. موج گرما با دمای 42 درجه سانتیگراد تنها در روز گذشته باعث وقوع 23 مورد آتش سوزی در این کشور شد. ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا در یک اقدام فوری دادستان کل کشور و تمام وزرا را پس از اعتراضات مرگبار اخیر که منجر به لغو لایحه مالیات در این کشور شد برکنار کرده. او گفت این تصمیم پس از شنیدن نظرات مردم کنیا و ارزیابی جامعه کابینه اتخاذ شده. واکنش‌ها به کنفرانس خبری جو بایدن همچنان ادامه داره. بایدن در این کنفرانس معاون خود جو به جای کاملا هریس ترامپ معرفی کرد. بایدن در جای دیگری رئیس جمهور اوکراین را هم پوتین خطاب کرد. او در موارد دیگری هم کلمات را آهسته و بدون انرژی ادا می کرد. گروهی از دموکرات‌ها در شرایط فعلی خواستار جایگزینی بایدن با فرد دیگری هستند. با این حال او می‌گوید یک بار ترامپ را شکست داده، باز هم می‌تواند این کار را انجام دهد. شبکه خبری CNN گزارش داده رئیس جمهور پیشین و سخنگوی پیشین مجلس نمایندگان آمریکا به طور خصوصی درباره جو بایدن و آینده مبارزات انتخاباتی او صحبت کردند. باراک اوباما و نانسی پلوسی از اینکه شکست دادن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری برای جو بایدن سخت‌تر شده ابراز نگرانی کردند. با وجود افزایش فشارها و گمان زنی‌ها در مورد تغییرات احتمالی در استراتژی حزب دموکرات، بایدن بر سر ماندن در رقابت همچنان پافشاری میکنه. سمیرا قرائی از مقابل کاخ سفید و آرش علایی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی همچنان همراه منن. سمیرا، کنفرانس خبری بایدن تا اینجا چند اندازه رو جهتگیری دموکرات ها تاثیر گذاشته؟ سیما، به نظر میرسه که تأثیر چندانی نداشت، اگرچه آقای بایدن در تلاش بود تا اون وجهه خودش رو برگردونه. بسیاری منتظر بودند که ببینن در کنفرانس خبری چه میکنه، چه تأثیری ممکنه بگذاره بر دموکرات ها، چه اونهایی که رأی میدن، چه دموکرات هایی که در کنگره هستن، نخبگان حزب دموکرات مثل آقای اوباما، مثل خانم کلینتون. اما خبری که همین دقایقی پیش نیویورک تایمز داد به نقل از سه منبع آگاه، حاکی از این هست که تعدادی از اهدا کنندگان پول، حامیان مالی حزب دموکرات، تصمیم گرفتند که 90 میلیون دلار از پولهایی که جمع‌آوری شده برای حزب دموکرات برای کارزار انتخاباتی بایدن هریس اون رو بلوکه بکنند. این اتفاق بسیار مهمی است. گفتند که اگر بایدن همچنان روی بلیت یا اون تیکت دموکرات ها بمونه، این پول همچنان بلوکه شده باقی خواهد ماند. اتفاق مهمی است، به شدت میتونه تاثیر بگذاره بر کارزار انتخاباتی آقای بایدن. آقای بایدن در کنفرانس خبری خودش عملکرد زد و نقیزی داشت. احساساتی که برانگیخته شده احساسات زد و نقیزی هست. چندین اشتباه کلامی و گفتاری داشت، اما در جاهایی وقتی راجع به سیاست خارجی صحبت میکرد میتونست جوابهای طولانی و با جزئیات بسیار زیاد بده که از او البته بعید نبود. 36 سال در کنگره ایالات متحده آقای بایدن کار کرده، سالهای متمادی در کمیته روابط خارجه بوده، بسیار شناس و تحولات جهانی. اما با بلوکه شدن این پول و افزایش تعداد دموکرات هایی که به صدا در آمدن، ما در حال حاضر یک نفر از سنا دموکرات و 17 نماینده دموکرات رو داریم که خواهان کنارگیری رسمی آقای بایدن از کارزار انتخاباتی حزب دموکراتند. آرش، چنان چه فشارها برای برکناری بایدن افزایش پیدا بکنه، گزینه های حزب دموکرات برای انتخاب ریاست جمهوری چیه؟ ببینید، اولا این خبری که الان سمیرا گفت که به شدت مهم هست، اصلا این کاملا تغییر میده این داستان آقای بایدن رو. بدون پول شما نمیتونید کارزار برگزار کنید و افرادی که تو اون کارزار کار میکنن پول بدهید. بدون کارزار هیچ انتخاباتی وجود نخواهد داشت. برخی ها در حزب جمهوری خواه این کار دموکرات ها رو به نوعی کودتا تشویق میکنن علیه جو بایدن، به خاطر اینکه بخش مهمی از اون قدرتی که آقای بایدن داشت همون جمع کردن پول و کمک‌های نقدی و میلیون‌ها میلیون دلارهایی بود که از اون طرفداران دانه درشت می‌گرفت، چک‌های درشت مخصوصاً از هالیوود دریافت می‌کرد. بنابراین این خبر به نوعی خشکاندن اون پایه اصلی آقای بایدن هست. آقای بایدن می‌گوید که
در این انتخابات خواهد ماند. ایشون تنها نماینده حزب دموکرات هست که توانسته در انتخابات مقدماتی نزدیک به 14.5 میلیون رای جمع کند. هیچ نماینده دیگری ندارند دموکرات ها. این یک گزینه هست. گزینه دوم گزینه ای است که همه راجبش فکر میکنند در حزب دموکرات و اون جایگزینی آقای بایدن با خانم کامالا هریس معاون اول رئیس جمهوری است. مشکل این است که خانم کامالا هریس تا حالا حتی یک انتخابات رو هم درش پیروز نشده. حتی در انتخابات مقدماتی دموکرات ها در سال 2020 که ایشون تبدیل به معاون رئیس جمهوری شد، نفر چهارم یا پنجم حزب بود اون موقع و بعدا آقای بایدن ایشون رو انتخاب کرد به عنوان معاونت. هیچ رای دهنده‌ای تا حالا به ایشون رای نداده است. در هیچ انتخابات رقابتی شرکت نکرده است خانم کامالا هریس. و این گزینه دوم دموکرات ها میتواند باشد. اون بخشی که در مورد اون بلوکه شدن پول ها هم هست، معلوم نیست آیا اون کسانی که الان این پول رو بلوکه کردن آیا حاضرن اگر خانم هریس بیاید به بالای این در واقع تیکت بیاید به بالای رای، آیا حاضرن این بلوکه شدن رو بردارن یا خیر. رسانه ها از کمیته غیر رسمی و پشت پرده صحبت میکنند در تلاش برای کنار گذاشتن بایدن. سمیرا، چه اتفاقی داره بین دموکرات ها میفته؟ سیما، قبل از اینکه راجع به این کمیته صحبت بکنیم، باز اگه بخوام برگردم روی بحث این پول، چون بسیار خبر مهمی هست، اینه که در انتهای ماه ژوئن چند روز بعد از اون مناظره آمدن گفتن که آقای بایدن تونسته پشت سر بگذاره اعداد و ارقامی که از کارزار ترامپ میومد در جمع‌آوری کمک‌های مردمی. دو سوم پولی که اینها جمع کرده بودن اون زمان از کسایی میومد که پول‌های کوچک مثلا زیر $100 اهدا کرده بودن به حزب دموکرات، بسیار بهش میبالیدن. الان بلوکه شدن این 90 میلیون میتونه بسیار روی تصمیم آقای بایدن بر ماندن تاثیر بگذاره. اما اون کمیته، آکسیوس گزارش منتشر کرده، میگه یک کمیته پشت پرده ای هست، یک کمیته غیر رسمیه که کارش اینه که آقای بایدن رو بگذاره کنار. دموکرات های مخالف حضور بایدن، دموکرات های ضد بایدن، این کمیته رو میشه نام گذاشت. 8 عضو به نظر میرسه که این کمیته داره، اونطور که آکسیوس دستبندی کرده. مشاوران سابق آقای اوباما، مشاوران سابق خانم کلینتون، مشاوران فعلی آقای بایدن که مدام دارن اخبار رو درز میدن اینجا و آنجا، دموکرات های کنگره، دموکرات هایی که از ایالات چرخشی در کنگره هستند، مجریان لیبرال لیت نایت شوهای اینجا مثل استیون کولبر و جون استوارت، تحریریه نیویورک تایمز و اونهایی که اهدا کنندگان مالی هستند و در رأس اونها اهدا کنندگان مالی هالیوودی مثل جورج کلونی. اینها رو آکسیوس اومده دستبندی کرده، این 8 گروه رو. میگه اگرچه که در شرایط فعلی پراکنده دارن کار میکنن، به نظر نمیرسه که یک سازماندهی پشتشون باشه، اما اینجا و آنجا افرادی از این 8 دسته مشغول هستند که بتونند آقای بایدن و خانم هریس رو با هم بگذارن کنار. تمرکزشون هم بر 3 ایالت ویسکانسن، میشیگان و پنسیلوانیا است، آنچه که به عنوان دیوار آبی میشناسیم، که بتونن اون 3 تا ایالت رو ببرن. با باقی ایالت ها کاری ندارن، تمرکزشون روی اون هست که بتونن کسی رو بیارن که رأی اون 3 تا ایالت رو بگیره، ایالت هایی که در 2020 بایدن همگی اونها رو برده بود. و این کمیته به نظر میرسه هر روز داره بزرگتر میشه، تعدادش بیشتر میشه و کارش هم اینه که بتونه بایدن رو بگذاره کنار، هرچه زودتر هم بهتر. آرش، مطبوعات آمریکا از افزایش فشار رو رهبری حزب دموکرات از طرف طرفدارای برکناری خبر میدن. چه اطلاعاتی در این باره میتونی بهمون بدی؟ نشریه پولیتیکو مقاله‌ای نوشته است، میگوید که در دموکرات‌ها دارن لیستی جمع می‌کنند از دوستان صمیمی و که در رهبران در جزء رهبران ارشد دموکرات هستند. دوستان صمیمی قرار است جمع بشوند، لیستشون مشخص بشود و به زودی بروند کاخ سفید مستقیما با رئیس جمهوری آمریکا صحبت کنند و بگویند که وقت کنارگیری رسیده است. داستان این است که الان دموکرات ها واقعا سردرگم هستند. حتی در مورد اینکه آقای بایدن بماند یا برود هم هنوز بدنه اصلی حزب بیشترشون از آقای بایدن حمایت میکنند. حداقل جلوی خبرنگارا، جلوی دوربین که این گونه میگوین، ممکن است پشت درهای بسته چیز دیگری بگویند. و امروز هم صحبت ها مخصوصا بیشتر از طرف افرادی که نزدیک هستند به پرزیدنت اوباما این بود که آقای بایدن رو
احاطه کردند، یک سری از مشاورانی که به ایشون راستش رو نمیگویند یا کامل پیغام اون رای دهندگان دموکرات رو به آقای بایدن منتقل نمی کنند، که باعث شد امروز آقای حکیم جفریز رهبر اقلیت برود به کاخ سفید و مستقیما با جو بایدن صحبت کند و این پیغام ها رو بگوید، مستقیما با رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشته است، فقط برای اینکه بگویند رئیس جمهوری آمریکا احاطه نشده است و در واقع راه دیگری هم وجود دارد برای اینکه به رئیس جمهوری آمریکا رسید. با این حال به نظر می آید که الان دموکرات ها فعلا به دنبال راه حلی آبرومندانه هستند برای کنارگیری آقای بایدن. اینکه ایشون چقدر بتواند در این پست دوام بیاورد مسئله اصلی است، ولی رفتنش به نظر می آید که قطعی باشد، حالا چه چند روز دیگر چه چند هفته دیگر. ممنون از هر دوی شما، سمیرا قرائی مقابل کاخ سفید و آرش علایی از کنگره آمریکا. پیش از پایان تصاویری ببینیم از ابتکار و اجرای به یاد ماندنی شهروندان اوکراینی برای یادبود کشته شدگان حمله موشکی روسیه به بیمارستانی در اوکراین. حمله اخیر روسیه به این بیمارستان 42 کشته و 166 زخمی بر جای گذاشت. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه خبر.